گروه‌های زیادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی کردستان روز 13 خرداد در اعتراض به دستگیری و محکومیت بستگانشان در برابر اداره اطلاعات بدنام آخوندی در سنندج تجمع اعتراضی برپا کردند. خانواده‌ها خواستار آزادی و تعیین تکلیف فرزندانشان شدند. جمع زیادی از این بازنشستگان در مقابل ساختمان ذوب‌آهن اصفهان روز 13 خرداد تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق‌های عقب افتاده‌شان شدند. کارگران کارخانه چینی کرد کرمانشاه در محوطه این کارخانه در روز 13 خرداد اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند. بیش از 4 ماه است که این شرکت به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است. پاسدار قالیباف، کاندیدای نمایش انتخابات ریاست جمهوری که به اردبیل رفته بود، در هنگام سخنرانی در مسجد جامع این شهر توسط جوانان و دانشجویان مورد اعتراض قرار گرفته و هو شد. جوانان میگفتند گوشمان از این حرفای پوچ پر شده است. ده ها هزار تن از مردم اصفهان روز 14 خرداد به خیابان ها ریختند و در مراسم تشییع جنازه طاهری امام جمعه سابق اصفهان که به خامنه‌ای فرعون لقب داده بود از این فرصت استفاده کرده و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور مشت محکمی بر دهان خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر او زدند. این جمعیت عظیم و شعارها بساط پوشالی امنیت رژیم آخوندی را در هم ریخت. و فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی کامل دستگاه‌های امنیتی و نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت در زمان انتخابات خبر داد. به گفته سردار احمدی مقدم، نیروی انتظامی آمادگی آن را دارد تا در جریان انتخابات با هر گونه حاشیه برخورد کرده و با متخلفان بر اساس قانون رفتار کند. سازماندهی ها صورت گرفته، از همین اکنون هم کار ما شروع شده، در واقع امنیت تبلیغات در واقع کاندیداها و در زمان رأی‌گیری هم حوزه های رأی‌گیری امنیتش برقرار خواهد شد. پیشبینی های لازم صورت گرفته، تعریضی، سازماندهی، تدارک، انشالله هیچ مشکلی در این زمینه نخواهد بود و انشالله که با اقتدار این امنیت توسط همکاران ما برقرار کنید. اما آنچه که مردم اصفهان در روز 14 خرداد دیدن، موش شدن نیروی سرکوبگر انتظامی در برابر سیل جمعیتی بود که شعار مرگ بر دیکتاتور می دادن. از 3 هفته پیش سرکردگان نیروی انتظامی رژیم باد به قبقب انداخته و در باب امنیت نظام آخوندی در آستانه انتخابات داد سخن می دادن. از جمله اینکه هر گونه تظاهرات خیابانی، حتی راه اندازی کارنوال برای کاندیداهای رژیم را ممنوع کردند. اما قریب شعارهای مرگ بر دیکتاتور در اصفهان واقعیت انفجاری جامعه را نشان می‌داد. روز 14 خرداد خامنه‌ای ولی فقیه ارتجا بار دیگر به دروغ پردازی و دجالگری در مورد پیشرفت‌های موهوم ایران پرداخت. هزاران کارخانه، صدها سد و پل و راه و بزرگ راه رو امروز جوانان این ملت بدون کمترین اعتنایی به بیگانگان در کشور احداث میکنن، ایجاد میکنن. امروز رشد علمی و فنی کشور و توانایی های سازندگی در کشور به این نقطه از اوج رسیده است. آیا شایسته است که اینها رو ما نبینیم؟ به رغم این دروغ پردازی ها، روز 13 خرداد تلویزیون رژیم در راستای نمایش انتخابات مستندی را پخش کرد که به گوشه بسیار کوچکی از واقعیات جامعه ایران اعتراف شده است. من یه معلم با نشسته هستم، به خدای شاهد به جدنم قسم، دیروز تمام رو میره جشم داری رو پیدا نکردم آقای دکتر. این مشکلات دامنگیری ملت ماست. شو عیده شاد بچه ما هم دلش بخواه یه گوش رو خواهد یا مرگی نگون چندی شیش رو من نتنیم بخیر ریم ما رسی جاست دادی جانان میساز بیکر میخواهد خدا خوشی میاد. چه خبر؟
چه خبر؟ خب دیگه یه گونه نو شما برداریم بریم یه نون سنگک بگیریم. خیلی بس خیلی خبر. من دیروز خرید رفته بودیم، خدا شاهده صبح رفتیم یک قیمت گفتم، بعد از اون یک قیمت قریب ها را نداری مردم بستنه. اما ایدم و ایدی ایدم و شرمنده ای هستی زن بچمو سختی نکشی هم نیستیم. ما حسین دختری 5 سال حق داریم، آجا حاضیه نداریم بهش بده. پسرامونه نمیتونیم یه حلقه یه نامزدی براش بگیریم. ما باید با فقر و بدبختی تا چه دست پنجه مند با نداری تا چه بسوزیم. مردامون تا چه کنار خیابونا بیکار بشنن و تو روزن هاشون شرمنده باشن تا چه؟ ما در نیدنمونه بریم برای کی بگیم؟ کی به دال ما برسه؟